با نام خداوند بخشنده مهربان، بر سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی. محمد شریف شریفی هستم در خدمت شما ایزان قرار دارم با یکی از برنامه‌های شهروند خبرنگار. موضوع محوری که این هفته خاصمون بپردازیم در واقع نقش شهروند خبرنگاران در قانون پذیری جامعه هست. از اونجایی که طبیعتاً هیچ جامعه بدون استحکام قانون نمیتونه که نظم داشته باشه و طبیعی هست که باید همه شهروندان در راستای اینکه بتوانیم که یک جامعه قانون پذیر داشته باشیم گام های ارزنده بردارن در هیچ گونه شکی وجود نداره. ولی بس این هست که چرا گاهی مواقع ما فکر میکنیم که ما بالاتر یا فراتر از قانون هستیم و قانون رو فقط برای روی یک قشر خاص میطلبیم و این را در واقع فکر نمیکنیم که وقتی که بحث از قانون میشه، قانون یکی از صفات و عام بودن او هست، یعنی همه افراد یک جامعه را در بر میگیره و نه افراد خاص یک جامعه را. خودشان ناز این هست که قانون این ویژگی و این ممیزه را زمان دارا میتونه باشه که همه ما به قانون احترام بگذاریم. همه ما در واقع وقتی که به قانون احترام گذاشتیم و توانستیم که تمام افعال و اعمال ما بر اساس قانون تنظیم کنیم، خب ما قانون پذیر هستیم، جامعه ما هم جامعه قانون پذیر خواهد بود. ولی عکس این قضیه اگر رخ بده، خب طبیعی هست که مشکل ایجاد میشه و وقتی که قانون در جامعه حاکم نباشه و هر کس بخواهد مطابق به سلیقه و خواست خود اقدام کنه، نظم جامعه از بین میره و زمانی که نظم جامعه از بین رفت بهتن هیچ چیز از جای خود نخواهد بود. هر کس خود را قانون فکر میکنه، هر کس خود را بالاتر قانون فکر میکنه و آنجا هست که بربریت، ظلم و تعدید در جامعه حاکم میشه و مساخهای بسیار زیادی از تعدی به حقوق شهروندی هم بهتن گزارش خواهد شد اگر جامعه اون گونه باشه. اما وقتی که همه ما قانون پذیر باشیم و احترام به قانون بگذاریم، قانون رو بشناسیم و در این حال تمام مراودات خودمون رو بر اساس قانون تنظیم کنیم، خب مشکلی ایجاد نخواهد شد. بسیار از انحرافات اجتماعی وقتی که وجود میاد، خود طبیعتاً از قاعده اجتماعی، قاعده عرفی، قاعده اخلاقی یا قاعده حقوقی سرپیچی صورت میگیره که در نهایت منجر به بی‌نظمی جامعه میشه و این درست نیست. و ما هم به عنوان شهروند باید آگاهی خودمون نسبت به قانون افزایش بدیم، قانون رو بشناسیم، چون وقتی که ما میگیم ما شهروند آگاهی هستیم ولی قوانین رو من رو ندانیم، دقیقا قوانینی که نیاز هست مثل قانون اساسی که برای همه ما شما یک چیز لازم و ضروری است، موادی از قانون جزا و قانون مدنی، اینها وقتی که یک در واقع یک نگاه اجمالی به اینها کنیم، معلومات کسب کنیم، میتونه که ما روابط خودمون هم بر اساس همین قوانین تنظیم کنیم. این قوانین در واقع تنظیم کننده امور اجتماعی در جامعه هست. ولی گاهی مواقع ما فراموش میکنیم و اینو در نظر نمیگیریم که وقتی که قانون مطرح میشه، ما هم باید تسلیم قانون باشیم و ما قانون را حاکم در جامعه مون کنیم. اگه با این طرز دید و دیدگاه ما عمل کنیم، مشکل حل است. متاسفانه که زمان مشکلات افزایش پیدا میکنه، دامنه مشکل افزایش پیدا میکنه که ما اصلا با قانون آشنایی نداریم. اینجای در واقع بحث تاسف است. و در نظر بگیریم وقتی سر قانون به مشخص میکنه که چه کسی قابلیت اعمال قانون را داره، چه کسی، چه نهادی در واقع صلاحیت رسیدگی به دعاوی را داره، چه نهادی در واقع صلاحیت تدوین و وضع قانون رو داره، خب اینها مشخص میشه. وقتی اینها مشخص شد، خب هیچ فردی نمیتونه که خود قانون گذار باشه بدون اینکه اون رسمیتی داشته باشه. شما وقتی که ما نگاهی میاندازیم به همین وضعیت افغانستان، قانون گریزها و قانون شکرهای فراوانی را داریم که اینها متاسفانه خودشون رو بالاتر از قانون تصور میکنن. موارد نقض قانون بسیار زیاد هست در افغانستان و ما کمتر رجوع کردیم به مراجع عدلی و قضایی برای حل و فصل دعاوی و اختلافات ذات و بینی خودمان و به نحوی ما به قانون عملا در جامعه ما احترام نداریم و ساحه تطبیق قانون فقط حالا خیلی محدود شده دیگه. ولی نباید این گونه باشه. همه ما باید قانون اجرا کنیم، همه ما در واقع باید قانون پذیر باشیم. مشکل گفتیم که حل میشه زمانی که ما قانون پذیر بودیم. مشکل زمان افزایش پیدا میکنه که ما این صفت قانون پذیری خودمون رو از دست میدیم. اگر یک جای اتفاقی میفته، اگر یک نهادی، اگر یک فردی دچار تخطی شده، از یک خطوط قرمز اجتماعی عرفی یک جامعه عدول کرده، خب مراجع عدلی قضایی هست که قضا رسی کنن. هیچ فردی، هیچ شخصی به تنهایی نمیتونه که خود هم قانون باشه، هم قاضی باشه و هم اجرا کننده حکم قانون باشه. اصلا چیزی امکان نداره.
حتی در همون نظام های مثبت شاهی هم چیزی نبوده. ما خوبه که بیایم برای مردم یک ذهنیت سازی کنیم که شهروندان ما نسبت به قانون آگاهی لازم را کسب کنن، قانون را بدانن، و زمانی که اینها قانون را دانستن و قانون پذیر شدیم، همه ما طبیعی هست که مشکل حل میشه، جامعه نظم پیدا میکنه، عدالت، انصاف، اینها چیزهای خیلی خوبی هستن، در جامعه تحکیم میشه و حق به حق دار خود میرسه. وقتی که ما اونها در نظر نمیگیریم در روابط ما، خب تشنج ایجاد میشه، مشکلات ایجاد میشه، کدورت ها به وجود میآید. اینا همه در واقع زمانش رو پیدا میکنه که ما از قانون فاصله میگیریم، قانون رو عمل نمیکنیم. و وقتی که ما قانون عمل نکردیم، خب نباید ما توقعی رو داشته باشیم که جامعه ما جامعه سالم باشه، جامعه ایدئال باشه. این امکان نداره اصلا، اصلا قابل در واقع بحث نیست با توجه به مشکل وجود جامعه ما. بنابراین باید فکر کنیم که چه راههایی وجود داره که ما قانون رو تکیه کنیم در جامعه. گفتیم هیچ فرد نمیتونه، حتی اگر فرد در واقع متعقل هست که یک امر خلاف قانونی صورت گرفته، خب خوب هست که اینها بیاین به مراجع عدلی و قضایی گزارش بدن. ما الان میبینیم که ما پلیس داریم، خب به این معنا هست که وقتی که اتفاق افتاده شما رجوع کنیم به مقامات به خاطر پیگیری قضیه ایتون. اگر هر کس خود چوب بگیره، تفنگ بگیره، اینها بگیره و خود بیاد یک عمل بالمثل انجام بده، خب چه نیاز به جامعه و اجتماع است؟ یک رضای بربریت حاکم در جامعه میشه، این درست نیست. وقتی ساختارها مشخص است، همه چیز معلوم هست، خوبه که ما خودمون رو به عنوان شهروند بخفریم با این اوضاع و احوال و به پیش بریم. پس هیچ کسی و هیچ فردی بالاتر از قانون جایگاه نیست. کسانی که قانون شکن هستن هم باید پنجه عدالت ناسپرده بشن و باید از اینها بازخواست بشه که چرا نقض قانون انجام میدن. اگه فردی میخواد که واقعا تاثیرگذار در جامعه باشه، خب باید تمام اعمال خودش رو مطابق قانون تنظیم کنه. ولی وقتی که این کار انجام نمیدیم، خب طبیعتا مشکلات زیادی در جامعه ایجاد میشه. و این رو یقین بدانیم که روزی خواهد رسید که بعد ما پاسخگوی اعمال غیر قانونی مون باشیم. خیلی واضح هست، بسیاری از مواقع در واقع ما شاهد این هم هستیم که افراد فکر میکنن که ما قانون رو دور میزنیم، خودمون قانونیم، خودمون حاکمیم، خودمون هرکار. نه، این اتفاق نیفته که شاید در یک برهه زمانی و تاریخی مشخصی کسی پیگیری نکنه، ولی تاریخ قضاوت خواهد کرد و اینا نشان خواهد داد که ما چند قانون پذیر بودیم در اون زمانی که ما مثلا وظیفه داشتیم، رسدی داشتیم، یا خودمون رو ما عامل بر قانون میدانستیم، چقدر ما در واقع توانستیم که قانون عمل کنیم. بنابراین خوب است که همه رفتار ما، هم رفتار اجتماعی، هم رفتار فردی، مبتنی بر قانون باشه، که اگر این گونه بود جلوی بسیار مشکل گرفته میشه. اما این گونه اگر نبود، رفتار ما در اجتماع و در بود فردی اگر پیروی در واقع خواهشات خودمان بود و ما آمدیم خودمان را جای قانون قرار دادیم، بعد چه که ما گفتیم این قانون هست، این درسته، این صحیح هست، عکس این غلطه، نادرسته، خب جامعه از بین میره دیگه. هیچ گونه توقع نشه بشه که این جامعه آباد بشه، این جامعه سر و سامانه بگیره. و برابر همین قضیه هست که ما تاکید بر این میکنیم که باید ما قانون پذیر باشیم در زندگیمان، قانون رو تطبیق کنیم در زندگیمان، آگاهی کسب کنیم به قوانین موضوع کشورمان. چون شهروندی که قانون رو بدونه، حقوق خودش رو بدونه، مکلفیات های دولت رو هم بدونه، خب این شهروند راحت‌تر میتونه که در اجتماع زندگی کنه، شهروند راحت‌تر میتونه که احقاق حقوق خودش رو بکنه. تا اون شهروندی که این اینها رو نمیدونه، با قانون آشنایی نداره، قانون اصلا هیچ بویی نبرده، خب طبیعی هست که اگر یک امر غیر قانونی هم برای او تطبیق بشه، اینی چه نخواهد گفت، سکوت خواهد کرد، چون از قانون آگاهی نداره. و مطابق کل جزای کشور ما با شما که در ماده در اون ده ماده اول از این ذکر شده که احکام اساسی است، که بیخبری از احکام قانون عضو پنداشته نمیشه. اگر فرد بیاد ادعا کنه که حالا ما نمیدونسته که این حکم قانون چی هست، اگر اینگونه فکر کنه، اینگونه بیان کنه، خب این عضو پنداشته نمیشه که تو قانون نفهمیدی، مرتکب جرم نشدی. این امکان نداره. وقتی قانون وضع میشه، همه شهروندان مکلف هستن که خودشون رو با قانون وقف بدن، قوانین رو مطالعه کنن، دیگه مرور داشته باشن تا زندگی شایی معنا پیدا کنه. زندگی مدنی خب بدون آگاهی از قانون دیگه معنایی نداره. زندگی مدنی زمانی در واقع استحکام داره، زمانی واقعا معنا پیدا میکنه که ما شهروند باشیم که قانون مداریم، شهروند باشیم که قانون پذیر هستیم، شهروند باشیم که در واقع مبتنی بر قانون رفتار تنظیم میکنیم. عکس این قضیه اگر بود، طبیعتا در او جامعه نه عدالت است، نه انصاف است، و هر فرد خود را در جای قانون قرار میده و این درست نیست. ما داشتیم نظام های مستبدی در تاریخ افغانستان آبادن رفتن که به قانون بها نمیدارن، حقوق شهروندی نادیده گرفته شده،
ولی الان ما حداقل یک وثیقه ملی به نام قانون اساسی داریم که باید تمام ما به عنوان شهروندان افغانستان همین 162 ماده که 12 فصل اونجا نشده اینها رو که بدانیم، مخصوصا فصل دوم حقوق و واجبات اتباع رو که ما چه حقوقی داریم و چه وجایبی داریم، اینها رو که بدانیم البته ما از حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی خودمون دفاع کنیم. وقتی که نمیدانیم مشکل ایجاد میشه، مشکل در واقع در زمانی جو میشه که ما اینها رو نمیداریم و بنابراین امیدوار هستیم که شهروندان عزیزمون این آگاهی رو کسب کنن که چگونه در واقع از قوانین آگاهی به دست بیارن. دولت هم مکلفیت داره که برای شهروندان قوانین رو تفهیم کنه. اگر قوانینی که نیاز به معنا و تفسیر داره اینها رو تفسیر کنه و برای شهروندان زمینه ای رو مساعد کنه که شهروندان با قوانین آشنا بشن. و اگر این گونه نبود، شهروند قانون رو ندانست، برای قانون به شهروند نرسید، خب طبیعتاً جامعه مبتنی به قانون نیست. امیدوار هستیم که این برنامه ها در دوران تحصیل، در دانشگاه ها، در مکاتب، در مدارس این قوانین اساسی، چیزهایی که در واقع اساسات هست برای شهروند اینا رو بدن، اینا رو آموزش بدن، چون باعث میشه که جلوی بسیاری از مشکل گرفته بشه، مشکل در آینده خلق بشه، اما با فهم قانون جلوی همه اینها طبیعتاً گرفته خواهد شد. ما امیدوار هستیم که واقعا چنین چیزی اتفاق بیفته و ما به معنای واقعی قانون مدار باشیم، که اگه قانون مدار بودیم ما میتونیم که اداره کنیم که شهروند خوب هستیم، شهروندی هستیم که نفعمون به جامعه و شما میرسه. دقیقا اگر ما ندانیم و نسبت به قوانین و احکام قانون هم ما یک دیده گذرا داشته باشیم مشکل نخواهد شد. و الان یک بحث دیگه اینجا هست، کسانی که صاحب قدرتن، کسانی که در واقع صاحب رسوخن، در شما اونها قدرت دارن، اینها اگر قانون رو ندارن و خودشون را به جای قانون تصور کنن و هر کاری بخواهن انجام بدن که بگن که کسی نیست جلوی ما رو بگیره، زور کسی ما نمیرسه، این درست نیست، این نادرست است. بنابراین ما به عنوان شهروندان افغانستان مکلفیت داریم که قانون را بدانیم و قوانین در زندگیمان عملا اینها را ما ترسیم کنیم تا مشکلات حل بشه و دامنه حالا اختلافات هم کاسته بشه، که اگر این گونه شد طبیعتاً زندگی اجتماعی زندگی آرامی خواهد بود، در غیر صورت زندگی اجتماعی زندگی ناآرامی خواهد بود. پس قانونی که در واقع نظامی بخشه و اگر کسی، فرد، گروهی، نهاد، سازمان، حزب، هر جناح، هر فرد اینا از احکام قانون تخطی میکنه، دچار تخطی میشه، مراجع عدلی و قضایی مکلفه پیگیری هست، ولی فرد و یا افراد حقی رو ندارن که خود وارد عمل بشن. پس وظیفه پلیس، وظیفه دستگاه های حاکم چیست در اینجا؟ که حرف خود ببره و بدوزه، این امکان نداره. جامعه از نظم میفته، که وقتی جامعه از نظم افتاد خب هر جامعه حاکم میشه، با حاکم شده هر جامعه اطمینان از جامعه از میره و یک نوع فضای بی‌اعتمادی ایجاد میشه که هر کس خود رو قانون میدونه. بنابراین باید ما حواسمان باشه که داریم چه کار میکنیم، حواسمان باشه که چقدر ما قانون تطبیق کردیم و کسانی که در واقع اینها حکومتی هستن و با قوانین سر و کار دارن هم باید مطابق احکام قانون رفتارهای خودشون را تنظیم کنن، که اگر این گونه نبود اونجا هم دچار مشکل بشیم. ببینید الان مشکلاتی که هست، ما میگیم جرایم افزایش پیدا کرده، فساد داره زیاد هست، حقوق شهروندان در بس نقد میشه، خب اینا از همه کجا نشه پیدا میکنه، از جای نشه پیدا میکنه که ما با قوانینمون آشنایی نداریم. خوبه که یک آشنایی اولیه و لازمی رو ما نسبت به قوانینمون به دست بیاریم تا بتونیم که در زندگی خودمون از این قوانین به نفع اصلا استفاده کنیم. وقتی که اگر اینگونه شد خب مشکلات اجتماعی کاسته میشه، اگر نبود البته مشکلات هم افزون میشه. پس هیچ فردی، هیچ کسی، تاکید میکنم هیچ فرد و هیچ کسی، هیچ نهاد، هیچ سازمانی بالاتر از قانون نیست و قانونی که در واقع بالاتر از همه و همه رو نظارت میکنه مثل چتر میمونه. در تحت سایه قانون ما با زندگی اجتماعیمون و فردیمون رو تنظیم کنیم و پیش ببریم، که این کار رو کردیم ما مسئول هستیم، اگر نکردیم ما غیر مسئول هستیم. و گاهی وقتا ما میبینیم که افراد فکر میکنن که بعد خود اونا بیان انتقام بگیرن، خود اونا در واقع اکسال من نشان بدن و و از این قیم زایم در زندگی امروزی ناخو معنا نداره. ما باید توجه داشته باشیم که زندگی امروزی مبتنی بر قانونه، هیچ فرد خود نمیتونه که انتقام جوی فردی کنه، مراجع هست،
رجوع به مراجع و پیگیری توسط مسئولین مربوطه مشاهده حل میکنه. به صورت همکار از شما میکنن که عکس های شما آماده است، بینیم عکس ها رو میبینیم دوباره برمیگردیم. اعتراض برخی شهروندان نسبت به وضعیت امنیتی. گسترش شمار معتادان خیابانی در هرات. ایجاد پارکینگ های خودسر در سطح شهر. و این هم نحوه حمل و نقل و بارگیری ها در سطح شهر هرات. بدون شهر خود عکس به اندازه کافی گویا هست. نحوه برق رسانی در سطح شهر هرات. شرح این عکس رو به عهده شما میگذاریم. آلودگی های محیط زیستی ناشی از کوره های خشبزی در هرات. این هم یک عکس دیگر ارسالی شهروند خبرنگاران از تجمعات اخیر. وضعیت محیط زیستی محدوده پارک ترقی هرات. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان گرامی. بارگه فیلم های ارسال شبه خبرنگاران را هم دیدیم. تشکر میکنم از عزیزانی که این عکس ها و فیلم ها را به ما روان میکنند در جریان هفته. شما هم میتونید که ما همکار و همراه باشید و از طریق صفحه برنامه شبه خبرنگار تلویزیون چکان عکس های مختلفی با سوژه ها و عناوینی که شما انتخاب میکنیم به دست ما میرسه، اما اونها را در لابلای برنامه به نشر میرسه. هر عکس در واقع دنیایی از نگفته ها هست. امیدوار هستی که مسئولین این عکس ها را ببینن و توجه ویژه‌ای به بی‌نظمی های شهری داشته باشن و به حل این چالش هایی که در جامعه ما موجود هست بپردازن. در این قسمت برنامه یک تن از شبان خبرنگاران رو با خودمون در استودیو داریم. آقای ساغزی، خوش اومدیم به برنامه. تشکر، سپاس زیاد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و احترامات به شما و تمام همکاران شما و کسانی که از طریق تلویزیون چکات بیننده این برنامه خوب هستند. سلام و احترامات تقدیم همگی شما دارم. استاد ساغزی هستم، استاد مرکز زبان پشتو و ادبیات خود لسان پشتو میباشم. بسیار. آقای ساغزی، مصاحبه و گزارشی که شما هم گرفتی فکر کنم در مورد اهمیت آموختن زبانهای ملی هست. برمان اگه استاد فکر میکنی که چقدر واقعا نیاز هست که ما که در این جغرافیا زندگی میکنیم
بلدیت به زبانهای ملیمون داشته باشیم. چون یک مشکل هست که اکثرا میبینیم که اگر شهروند ما به فارسی صحبت میکنه پشو رو نداره، کسی که پشو صحبت میکنه فارسی رو یاد نداره. خب البته طبعا برای تمام شهروندان عزیز به خصوص به شهروندان خود افغانستان که به اردو لسان یعنی دری و پشتو بلدیت داشته باشن و به اردو لسان صحبت کرده بتونن، خواه دری باشه خواه پشتو باشه، یعنی به اردو لسان باید یک افغان که خود افغان میگه باید بلدیت داشته باشه و صحبت بکنه. مثلا به ولایتی که ولایت قندهار و المند ولایت پشتو نشین که هسته باید آنها به دری تسلط کامل داشته باشن صحبت بلده. کرده بتونن. و ولایتی که مثلا دری نشین هستن مثلا هرات و ولایت غربی هستن اینا باید به پشتو هم صحبت کرده بتونن تسلط کامل داشته باشن. یعنی در کل به تمام افغانستان به هر دو لسان چی دری چی پشتو یک افغان باید هر دو لسان بلدیت داشته باشه. باز بخش خبرنگاری ما و شما برنامه ما و شما هسته، برای یک ژورنالیست یعنی هر دو لسان حتمی و ضروری هسته که دری و پشتو هر دو زبان بلدیت کامل داشته باشن. خب حالا بسیار کشورها یک زبان ملی دارن، بعض کشورها دو و حتی چندی زبان ملی دارن. آیا شهروندان به همه اون زبانهایی که در قانون اساسی درج شده اگر ها زبانهای ملی و رسمی کشور هست آشنایی دارن و بلدیت دارن؟ برای پرسان کمه که میبینید که مشکلات وجود داشته. شما عرض کردین که حالا اگر یک فرد یک صفحه داشته باشه از هرات به مناطق حالا پشتون نشین اونجا به هرات، مشکلات در برقرار ارتباط به وجود میاد. بعد شما مشکل کجا هست؟ چرا در واقع هنوز شهروندان ما به هر دو زبان بلدیت کامل ندارن؟ خب دو دلیل، یکی بخاطر که بعضی تعصباتی که بین زبان ها هست و بسیار خوب است که یعنی شخص اگر خواسته باشد کلان تعصب و تبعیض از بین ببره، بعد لسان کشور و ولایت و هر منطقه کسته به اون زبان بلدیت داشته باشه، به خاطر که تعصبات و تبعیضات از طریق زبان میتوان از بین ببریم. و دیگه سوال شما کردین که در بعضی کشور هستن یک لسان مثلا یک زبان ملی کشور هست که به اون تکلم میکنن یا دو لسان هسته، و در افغانستان هم که دو لسان هسته به خاطر بنابر بعض مشکلاتی که مردم به خاطر سفر به ولایات یا مثلا به بعضی ولسوالی ها که دارن باید به پشتو بلدیت داشته باشم، اگه بلدیت نداشته باشم بنابر به خیلی مشکلات مواجه میشم. یا به ولایت سفر میکنم به خاطر درس، مثلا ما میبینیم که در ولایت قندهار و المند و دیگه ولایت پشتو نشین که هستن تدریس کلا به زبان پشتو هسته. ما چندین تا از شاگردان داریم که به ولایت قندهار در پانزه های طب و ژورنالیز و انجینری و دیگه پانزه ها کامیاب شدن به خاطر پشتو به ولایت قندهار و المند کسته پشتو تدریس میشن، یا خود را منفک کردن یا نرفتن یا مجبور شدن برای یادگیری زبان پشتو. پس یعنی هر دو زبان لازم بر یک افغان هسته که تکلم کرده بتونه یاد بگیرن در مراکز پشتو کسته، در کورسه های متفاوت کسته، یعنی که خوبه که شخص بتونه صحبت بکنه. و ما در افغانستان که هر دو زبان قانون است، در هر دو زبان نوشته شده دری و پشتو، و همین خاطر است که شخص یا مثلا با ولایت پشتو نشین کار میکنه خود دری بلدیت داشته باشه حتما با مشکلات زیاد روبرو میشه. بله. یا مثلا بیرون از کشور میره او بنام پشتون و مثلا دری زبان نمیگه، بنام افغان میگه. یا شاید با او پشتو زبان بیرون از کشور روبرو شه خودی پشتو بگه، خب باز اینجا واقعا جا شرم افسوس است برای افغان که مثلا بگه که مد یا دری زبان باشه یا پشتو زبان فرق نمیکنه، که باز به یکی از این دو زبان ملی بودن صحبت نتونه بکنه. بعد از شما چه کار به صورت بگیره که به معنای واقعی همه شهروندان افغانستان بتونن که به زبانهای ملی خود تسلط داشته باشن و صحبت بکنن؟ آیا فقط توجه وزارت موارد در این هر کفایت میکنه؟ خب یعنی مقصر ما وزارت معارف هم تنها نمیگیم، وزارت تحصیلات عالی هم در قسمت یعنی مقصر این است، به خاطر که ما مکاتبی که داریم اساتید یعنی حقیقت نمیگیم که طور مستقیم بگیم اساتید اکثر اینا از پشتو فارغ نشدن، یا 12 پاس هستم یا مثلا از دیگه پانزه فارغ شدم میام پشتو تدریس میکنم، به طور مسلکی بلدیت ندارم. خب کلن شکل استاد محوری پیش میبرم، ترجمه و یا روخانی کلن همه بخشا
دیگه اگر استاد از اون بخش خود یا ادبیات پشتو فارغ شده باشه میتونه از قسمت مکتب یعنی از صنف 4 تا صنف 12 تقریبا 8 سال میشه. با 8 سال شخص فارغ میشه نمیتونه روخانی پشتو بخونه و خود من یعنی به در اون نظر استم که اگر وزارت تحصیلات علی در قسمت پانتون ها تاکید بیشتری داشته باشن به دیپارتمنت های پشتو چی ادبیات هست چی تعلیم تربیه هست و چی تربیه معلم هست و بعضی جلسات های داشته باشن سمینار های در قسمت پشتو داشته باشن که اساتید خوب و یعنی از این بخش فارغ بدن از قسمت پشتو که اونا بتونن باز شاگردای مکاتب یک محدود جدید یک انگیزه خوبی برای شاگردا باشن که شاگردا بتونن بعد از اینکه فارغ بشن حداقل بتونن روخونی ترجمه کرده بتونن که نمیگن که 100% بتونن صحبت کرده بتونن حداقل ترجمه روخونی. ما چندین تا شاگردات خیلی شاگرد داریم وقتی که میام مراجعه میکنم به زبان پشتو میگیم چی اندازه چی بلد هستین ولی میگم ما هیچ صفریم حتی روخونی بلد نیم. خب میگم مکتب که خواندیم ها میگه پانتونم میرم ولی روخونی پشتو یعنی زبان ملی خور بلد نیستن و وزارت معارف خود ریاست معارف به خصوص به ایرات یک تقاضا و خواهش ما این است که در قسمت زبان پشتو باید کوشا باشن سعی کنن به خاطر که مضمون پشتو در قسمت معارف به شکل مضمون فرعی دیده میشه یعنی تمرکز اینا زیاد در قسمت زبان پشتو نیسته. اگه برای استادای خود سمینارهای داشته باشند معارف بعضی ورکشاپ‌های داشته باشند در قسمت متد و تدریس و انگیزه برای استادا و استاد میه فقط ترجمه روخانی میکنه شاگردان خسته البته طبعا دیگه خسته میشه از ترجمه و روخانی و اگر متد جدیدی استاد درس بده شاگرد میتونه بعد از دوره ختم دوره 12 سال خوب سلیس و روان بتونه صحبت بکنه و یا مثلا کل نصاب تعلیمی 50-50 کنن و کل ولایت رو تطبیق کنم چی ولایت پشتو زبانن چی ولایت دری زبان هستن یعنی 50% پشتو باشه 50% دری. شخص بعد از ختم صنف 12 نیازی به کورس و فلان اینا نداره شخص میتونه سلیس روان پشتو رو از دوره مکتب خوب بیاموزه. ما از صنف 4 مثلا پشتو داریم که اون پشتو شاگرد میخونه که هیچیه حتی صنف 9 که نمیفهمه بعد از صنف 9 کمی با حروف و کلمات و اینا آشنا میشه و در قسمت کانکور یک آمادگی میگیرن بعضی ذخیره لغات و اینا لغات ها رو حفظ میکنن و هم بخاطر کانکور نبر یادگیری زبان پشتو. یعنی کلن دید مردم غرب در قسمت پشتو خیلی پایین هستم بخاطر ما باعث شدیم خود ریاست وزارت اینا باعث شده. اگر در قسمت وزارت مثلا یا ریاست در قسمت پشتو یک برنامه های خیلی با انگیزه داشته باشن برای استادا برای شاگردا بعضی امتحانات بعضی مسابقات داشته باشم خیلی انگیزه خیلی خوبی می باشه. ما می بینیم پشتو در مکاتب 3 ساعت داریم مثلا دری که لسان مادریه شاگرد است 4 ساعت ریاضی 5-6 ساعت درس داره یعنی خیلی کم در قسمت درس بود. صاحبم که شما گرفتین آماده هست برای میریم مصاحبه رو میبینیم دوباره برمیگردیم. خدا وحیده وحید دورانی هستم مؤسسه سال دوم پنجه ژورنالیسم پانتون هرات. میتونه راجع به اهمیت زبان پشتو یا در کل زبان ها بگین؟ زبان پشتو زبان رسمی و اول کشور ما باشه و این که ما خود خود افغان میگیم پس وظیفه هر کدام ما هست تا اینکه به زبان پشتو تسلط و بلدیت کامل داشته باشیم. یادگیری تمام زبان ها دو بود داره مسایای از روی زبان بود مادی و بود معنوی. اگر بیاییم زبان پشتو رسم ما باشه سر زبان پشتو بود مادی از روی است که اگر از یک ولایت به ولایت دیگه برین چه بخاطر تجارت چی تحصیل چی تواوت در کل به خاطر همکاری مردم اون منطقه که به پشتو تسلط دارن و بلدیت دارن به راحتی میتونیم با ما تکلم کنیم صحبت کنیم و همون مشکل و کاری که داریم حل بسازیم. و اگر بیاییم بود یا زاویه معنوی از این ببینیم از لحاظ معنوی از این خب یادگیری هر زبان به این معنی می باشه که یک فرد اضافه می باشه یک زبان یاد داشته باشیم یک نفر دو زبان یاد داشته باشیم دو نفر از زبان لاحی به همون اندازه تعداد افراد زیاد باشه و به هیچ جای مشکل مواجه نمیشیم و این که ما خود خود افغان میگیم و در هر جای زبان زد در هر جای هستین افغان پس وظیفه اصلی هر کدام ما هست که به زبان رسمی کشور ما هم بلدیت داشته باشیم. متاسفانه اگر بیاییم هرات در نظر بگیریم
بتونه به پشتو بلدیت و تسلط کامل داشته باشه. و همچنان این هم میبینیم که در بعضی از ادارات به صراحت مشکلات وجود داره که تمام اون نظام تحصیلی هم به زمان پشتو میشه، به جز اینکه فرانسه ادبیات پشتو فانتون هرات هم دیپارتمنت ادبیات پشتو پشتو تسلط داره، دیگه دیپارتمنت ها خیلی اندک پشتو میخوانن و همو پشتو فرا میگیرن. در تمام ادارات چی دولتی چی خصوصی باشه چی در محیط اکادمیک باشه، به این که پشتو کم تسلط دارن مشکلات هم دارن و نمیتونن همو مشکلاتی که اونا برمیخورن رو زودتر حل بسازن و این باعث میشه که اونا کمک بخوان، حتی بعضی اوقات حتی کمک میخوایم از دگه مرجع ها. و خوشبختانه در هرات ما کورس های زیادی داریم، مراکز آموزشی و آکادمیک های زیادی باشه که زبان پشتو رو در زمان خیلی کمی به محصلین متعلمین حتی افرادی که فارغ شدن میاموزن. پس چی بهتر باشه از هر لحظه زندگی خود استفاده کنیم و این که باز هم دوباره میگم وقتی میگم افغان هستیم و نام از افغان بودن میبریم، پس به زبان اول کشور ما هم به زبان رسمی و ملی کشور خود تسلط داشته باشیم. با سلامی دوباره خدمت شما ایزان، با یه فیلم که آقای ساخته گرفته بود در مصاحبه که با یک تن از متعلمین و محصلین که کنون که محصل بودن آقای ایزان، درسته؟ بله محصل بودم صحبت میکردن جانا جدا شما صحبت کردیم واقعا که مشکلات هست که در قسمت آموخته زبان پشتو. خب در ولایتی که حالا پشتو زبان هست هم مشکل در آموخته زبان فارسی هم هست، مشکل وجود داره. بله. حالا یک مشکل دیگه هم هست آقای ساخته، ببینید که در سطح بین الملل هم حالا هر رئیس جمهور هر رئیس سیاسی که وقتی که به اجرا سفر میکنه نماینده یک فرهنگی هست و باید به زبان ملی همون کشور تو صحبت بکنه. در بس آقای دیری واقعا جای سوال هم هست شاید برای بسیار شنوندگان ما هم جای سوال باشه که چرا مثلا رئیس جمهور ما وقتی که شما میره به زبان ملی ما یا فارسی یا پشتو صحبت نمیکنه، اکثرا میان به زبان های انگلیسی اونها سوال میکنن، ولی کشورهای دیگر وقتی که میبینیم رئیس جمهور اونها به زبان ملی سوال نمیکنه و اون کشورها مجبور هستن که مترجم بگیرن ببینن که چی میگه. چرا فکر میکنید که اینگونه هست و چرا ما در سطح بیرون حتی زبانهای ما ترویج نمیکنیم؟ خب در قسمت زبانها حقیقت خیلی کار نشده باز، به خصوص یعنی در قسمت دری و پشتو. ما مثلا زبان فارسی میبینیم که ایران و تاجیکستان در قسمت یعنی فارسی خیلی کار کردن و کل مثلا قسمی که شما گفتیم وقتی که یکی از وزیرای ایران یا تاجیکستان میره به کشور خارج با مو زبان خود خو صحبت میکنه و در حال یا ترجمان است ترجمه میکنه و همین سبب است که ترویج زبان ها در قسمت به خود کشور ما کمتر است. چی بسا که باز به کشورهای خارج از کشور ما باشه که ما یعنی تاکید بر یادگیری زبان ملی خود خو یعنی در کشور خود خو نداریم. پس حقیقت است راست میگن شما که به بیرون از کشور مثلا چی به رئیس جمهور ما سفر کنه به امریکا به انگلیسی صحبت میکنه یا به عربستان سفر کنه عربی صحبت میکنه. خب همین علت ها و سبب هایی هست که ترویج زبان ما ای روز به روز از این که پیشرفت بکنه رو به کاهشتر است. بله. همین خود رؤسا ما سبب میشه. چرا؟ وقتی که من رئیس جمهور کشور هستم پس چرا به زبان خود خودم صحبت نکنم؟ باید اون مردم را مجبور بسازم که زبان من یاد بگیره، حداقل اگه یاد نمیگیره باید ترجمان داشته باشه که حرفایی که رئیس جمهور یا وزیری صحبت میکنه باید اونا رو برای شخص ترجمه بکنه. خب بعد من قبلا هم به شما فرمودم که یعنی مشکل ما در قسمت بالا بالایه که یعنی چی ریاست است، ریاست معارف است، وزارت معارف است، چی وزارت تحصیلات علی است، اینا کلا سبب و علت میشن که زبان ما روز به روز یعنی رو به کاهش شده بره. باید برنامه ها خیلی موثر داشته باشن در مکاتب در پنتون ها. ما خیلی محصلین داریم از پنتون 4 سال لیسانس میگیرن، حالا مکتبی که به هر رول بگذاریم 4 سال لیسانس میگیره یعنی نمیتونه شخص خود رو کامل معرفی بکنه. یعنی جای واقعا جای شرم و جای افسوس برای ما و شما. این در واقع بعد از قسمت زبان ها توجه بیشتری هم داشته باشیم. خب بالاخره ما فرهنگ بسیار غنی داریم هم در هر سه زبان پشتو و هم اگه در قسمت صحبت بشه میگه ما فرهنگ و تاریخ 5000 ساله‌ای داریم، شاید بعضی کشورها نداشته باشه. استقلال خوب با کشور ژاپن گرفتیم،
یا در قسمت سیاست بشه، در قسمت‌های دیگر گفتگو بشه، والله میگیم از همه کشورها ما بالاتر و بالاتریم، ولی در قسمت زبان بشه ما اکثر لغتایی که استفاده میکنن لغتای دیگر کشور هستن. در قسمت پشتو صحبت میکنن، کلمات انگلیسی استفاده میکنن، کلمات اردو استفاده میکنن یا دیگه بس لغات، و در دری هم همین شکل کلمات اردو، دری و دیگر، یعنی به شکل مستقل و غنی زبان از خود نداریم، اکثر لغتا مستعار داخل لغات خود ما شده. و چی خوب است که کسایی که بر اساس هستند در وزارت ها هستند در قسمت هر دو زبان باید یک سمینارهای داشته باشم، ورکشاپ های داشته باشم، باید نصابی که فعلی جور کردن، یعنی در قسمت کتاب های پشتو میگم، یعنی برای یک شاگرد صنف 4 به خاطر از صنف اول تا صنف 3 پشتو نداره، و در قسمت صنف 4 برای شاگرد صنف 4 خیلی سخته یک دفعگی شامل کتاب پشتو میشه، مثل شاگرد که صنف اول میره دری یاد میگیره، صنف 4 هم شکل میره زبان پشتو یاد میگیره. بعد خیلی مثلا در قسمت پشتو ما هیچ ویدیوی آموزشی نداریم، نیاز به کار بسیار زیاد داریم، زیاد داریم حقیقت، ولی کار نشده، کار نمیکنم، ما رنج داده در قسمت حقیقت، یعنی ما کوشش میکنیم در قسمت اوزه قرب کسته سمینارهای زیادی در پشتو داریم، مرکزی به نام زبان پشتو ساختیم، کتابهای آثار نوشتیم، ولی از ما نماین که ما رو آل یاد کنم، ولی در قسمت زبان پشتو باید با ما همکار باشم حداقل. پیام شما رو میشنویم برای بینندگان ما بسیار کوتاه، چه پیامی برای زبان آموزان از ما داریم، چه کسانی که حالا زبان پشتو میآموزن، چه کسانی زبان فارسی میآموزن؟ خب برای تمام بینندای عزیز پیامم ای است که در قسمت یادگیری زبان، چی دری، چی پشتو، چی انگلیسی، تمام زبان ها دو منفیت داره یا دو بود داره، یکی بود معنوی داره، یکی هم بود مادی داره. بود معنوی که ما و شما همه میفهمیم که حتی حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم، یعنی کسی که یک زبان یاد بگیره، یک نفر دو زبان یاد بگیره دو نفره، حتی کسایی که زیر دست حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کار میکردند، یعنی کسی که یک زبان بلدیت بود به مثلا ماهاش یک نفر میداد، کسی که دو زبان بلدیت داشت ماهاش دو نفر میداد. پس دو بود داره، هم بود مادی داره و هم بود معنوی. نمیگن که تنها زبان های ملی کشور، اینا حق اولیت دارن، باید ما در قسمت اول زبان های ملی خود بلدیت داشته باشیم، بعد مثلا به زبان های انگلیسی و روسی و اردو و آلمانی و این زبان ها بپردازیم. اکثر کسا بلدیت به زبان های ملی خود ندارم، ولی پشت انگلیسی خیلی روان سلیس، از زبان مادری خودم بهتر روانتر صحبت میکنه. پس پیام برای دوستای عزیز، کسایی که این برنامه را میبینند، برای از اینا این است که باید بلدیت به زبان پشتو و دری، هر دو لسان ملی کشور داشته باشند، که بتانند به بیرون از ولایت خود، داخل خود ولایت خود، تمام وزارت ها صحبت کرده بتوانند. یقینا. تشکر شما آقای سخزه، خواهش میکنم، خواهش میکنم، و تشکر شما از ایزان دارم که تنها با برنامه شما خبرگار همراه بودین. صحبت شما خبرنگار ما شنیدیم که در مورد اهمیت و مختلف زبان های ملی صحبت داشتیم. بعد از یک میان برنامه دوباره خبر شما خواهیم بود.
سلامی دوباره خدمت شما ایزان. با دیگر صحبت های آقای ساخته شما خبرنگار ما شهری و مصاحبه که در مورد اهمیت آموختن زبان های ملی گرفته بودن. طبیعتاً در این شک وجود نداره که همه ما با شما مکلف هستیم که دو زبان ملی که داریم فارسی و پشتو رو بیاموزیم و یاد داشته باشیم، چون در روابطی که داریم بسیار میتونه که برای ما مفید واقع بشه. از اونجایی که بافت افغانستان ما رو بافت چند زبانه است، خب حداقل نیاز است که ما این دو زبان رسمی خودمون رو ما یاد بگیریم و بسیار به درد ما در همین ابواب میتونه که بخوره. ولی اگر وقتی که ما یاد نمیگیریم و تاکید بر آموختن یک زبان دوم است غیر از زبان ملی دیگرمان، خب این مشکل هست. میتم رو هستیم که مسئولین عزیزمان هم برنامه‌های رو دست داشته باشن تا به ترویج و ترغیب بیشتر جوانان بپردازند تا واقعا میبانه واقعی زبان های ملی کشورمون سر و سری بشه، چیزی در شما فقط ماشرزون نباشه. ولی یکی که کسانی که در رأس قرار دارن خوب هست که فکر در واقع زبان های ملی باشن. این زبان های رسمی اگر ما در افغانستان دارین تحصیلات و سیاسون ما کسانی که حالا کسانی هستن که دقل بگیم که موقع فرصت بلایی دارن، چرا از جمهور بگیریم تا به وزرا و کابینه و امثال هم میبینه که وقتی که سفر داشته باشن به کشورهای دیگه به زبان های انگلیسی صحبت میکنن. و این ما نمیگیم این زبان انگلیسی زبان بریس خیلی هم خوب هست، ما حتی راست بگیم زبان یاد داشته باشیم، به اون طرف میدونه که تبارتمون رو وسیع تر کنیم. اما نیاز هست که دقل کسی که به عنوان نماینده کشور به جای میره با زبانهای رسمی همون کشور صحبت کنه تا فرهنگ و زبانی و هویتی کشور در سطح جهان هم انعکاس پیدا کنه. صحبت کردن به او زبانها و چنان هنری طبیعتا نداره و مهمینه که ما وقتی که نماینده ما اونجا میره ممثل واقعی فرهنگ ما، هویت ما و زبان ما باشه. اینه که در واقع یک گله ایست که شاید شنوندگان بینظیم اهل قلم بارها داشتن، کسانی که اهل ادبیات هستن، چه ادبیات فارسی چه ادبیات پشتو، بارها مثلا با شهیدیم که گفتن که حالا تا سیاسیون ما به زبانهای رسمی ما به اطلاع هستن. خوبه که این ذهنیت ها حوض بشه. بر صورت موضوع محوری که در این هفته با می پرداختیم و صحبت هم راجع به کردیم این بود که شهروندان عزیز، ما شما خبرنگارانمان در قانون پذیری جامعه نقش مهمی دارن. هر شهروند اگه واقعا بیاد قانون رو برای خود تطبیق کنه بسیار مشکلات حل میشه. و مشکل زمانیه که ما از قانون فرار میکنیم، مشکل زمانیه که ما فکر میکنیم که قانون دست و پاگیر هست، یک راه میانبر پیدا میکنیم برای فرار کردن از قانون. اینگونه وقتی که باشیم و پیش بریم مشکلات زیاد میشه. ما در پاره از مواقع در واقع میبینیم که تعداد زورمند هستن، سلاح دارن، اسلحه غیر قانونی نزد اونها هست، یا افرادی هستن که بر روی مردم نفوذ دارن. اینا فکر میکنن که دیگه با همین ابزارهایی که دارن از قانون بالاترن و قانون کاری کرده نمیتونه. نه، اینگونه نیست. شما مسئول هستیم در مقابل مردم، شما مسئول هستیم در مقابل تک تک افراد این کشور. وقتی شما یک قانون رو زیر پا میکنیم شاید یک نفع مقطعی به دست بیاریم، ولی واقعا کمر جامعه رو شما میشکنیم با نقض قانونتون. و در این حال ما امیدوار هستیم که حالا مسئولین ما راه های تطبیق قانون رو بیشتر از اینها مساعد کنند، قانون پرور باشن. اگر وزیری کسی دست به تخطی میزنه محاکمه بشه، و اگر جایی مشکل ایجاد بشه شهروند هم مستقیم نیاد عکس العمل نشان بده، بالفعل اقدام نکنه، مراجع عدلی و قضایی را در میان بگذاره. ما می‌بینیم که حتی مشکلات جرایمی که در اتفاقات جرایم خانوادگی می‌بینیم که بسیار از اینها این زمان افتاده که فرد آنن تصمیم گرفته و دست به عمل جرمی زده، در حالی که می‌تونه که همون قضیه را رسیدگی کنه از طریق مراجع عدلی و قضایی. و ما نه با خودمون رو هم جای قانون قرار بدیم و هم حکم قانون رو صادر کنیم و اجرا کننده یا مجری قانون ما باشیم. نه، ساختارها هست، فقط باید اعتماد کنیم این ساختار. و در این حال کسانی که متصدی این ساختارها هستن، چه قوه مقننه چه مجریه و چه قضاییه، اینها هم باید در راستای قانون محوری و در راستای تحکیم قانون تلاش‌های بیشتری کنن و اعتماد مردم به قانون افزایش بدن تا مردم باورمند کنن به سیستم ما. وقتی میبینیم فیلم های ارسال شما خبرنگار رو میبینیم، کسانی که این فیلم ما روان کردن دوباره برمیگرده. موسیقی
خود من اصلا نمیرم بعد از دیدن حالا میرم تاری نکرده قبول نکرده من این تاری کردم همین که شده من قبول سلام دوباره در خدمت شما. خیلی تشکر ویژه دارم از عزیزانی که این فیلم ها رو ما فرستادن. دو فیلمی که دو پیام داشت. پیام اول، خب اعتراف و دادخواه شهروندان نسبت به حالا کمکاری فرمانده پلیس هرات. حالا تا چه میزان در واقع این قضیه صحت داره؟ امیدوار هستیم که تحقیقات صورت بگیره، مبنی بر اینکه تا چه میزان در واقع قانون مدار هستیم ما و ادارات ما، مخصوصا قوماندانی امنیه ما و شخص فرمانده پلیس هرات. خب هر شهروندی حق داره که دادخواهی کنه، منتها دادخواهی هم از خود اصول قواعدی داره که اونها باید رعایت بشه و هر فردی که مسئول هم هست باید در واقع مکلفیت او این باشه که رضایت شهروندان رو به دست بره، او هم از طریق و مجرای قانونی. یه زی قضیه و فیلم دوم هم که نابسامانی شهری بود و میبینی که خیلی مواقع خب نابسامانی های شهری در افغانستان و در هرات گپ تازه نیست. ما بارها دیدیم، بارها شنیدیم مشکلات بسیار زیاد هست و این مشکلات کماکان وجود داره. اقدام آنچنانی هم صورت نگرفته تا حالی که مشکلات حل بشه. بندش سرک ها رو میبینیم، ازدحام بیش از حد رو میبینیم، ترافیک رو میبینیم. خدمتتون عرض کنم که و در عین حال وضعیت کودکان کار رو میبینیم. اینا همه و همه در واقع مساحت‌های بارز از نابسامانی شهری هست دیگر. امیدوار هستیم که مشکلات حل بشه، حداقل یکی از مشکلات هم حل بشه، باز هم جای امیدواری است که مشکل حل خواهد شد. برای اینکه مسئول عزیز توجه ویژه داشته باشه، مخصوصا تنظیف شهرداری ما میبینیم که برای دستفروش ها جای در نظر نگرفته، میآیند بساطی ها کراچی ها فروش ها داخل سرحد و در روز بذاریم که کمک گیروبار کمتر بشه، حجم ترافیک کمتر بشه. فردی که بخواد چیز خریداری کنه است، شما اگر کنار هم باشیم میتونه اونجا بیا خریداری کنه دیگه، میگن داخل حالا سرک ها این مشکل هست. ترافیک چیکار میکنه اینجا؟ بعد ترافیک رسیدگی کنه دیگه، وظیفه از اون سرک ها رو واکنه. متاسفانه کوتاهی صورت میگیره، معمولا فیلم ها نشان میده این نابسامانی شهری است، سرک بسته شده، ترافیکی نیست که بیا دقیق اختیار بده که تو برو طرف سر همین سرک رو بذاریم باشه موترها رفت آمد کنن. یه از این قضیه. در این حال در واقع با شاهد از این هم هستیم که زباله هم بحران بزرگی است دیگه. به هر حال ببینید که چه خواهد شد و چقدر ما قانون مدار میشیم و مسئولیت ما چه وقت در واقع از خواب بیدار میشن و فکر اساسی به وضعیت شهری میکنن. ببینیم باید دیگر فیلم منتخب البته عکس منتخب افسر رو میبینیم، دوباره برمیگردیم. دوباره دارم خدمت شما همراهان گرامی. عکس منتخب افتاره هم دیدیم، شر این عکس به عهده شما. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. موضوع محوری ما در مورد قانون پذیر بودن ما هست و مقاله شما خبرنگاری و قانون پذیری جامعه همه ما.
شهروند عادی، شهروند خبرنگار، خبرنگار، مسئول، غیر مسئول، هر کس که در اجتماع هست وظیفه داره که قانون پذیر باشه و در این روحیه قانون پذیر رو در جامعه هم تجویز کنه تا جامعه ما نظم و شیرازه خود از دست نده و همه امور بر اساس قانون تنظیم بشه. این وظیفه همه ماست به عنوان شهروند. شما خبرنگاران هم طبیعتاً در راستای انعکاس قوانین، در انعکاس بی‌نظمی ها، در انعکاس در واقع تخطی ها و غیره نقش بسیار متبارزی دارن و امیدوار هستیم که همه ما قانون پذیر باشیم تا اینکه خود ما ناظر بر خودمان باشیم و اون وقت یه مشکلی ایجاد نمیشه. جامعه ما نیاز به تحکیم قانون داره. فقط همین رو میتونیم بگیم که هیچ کدوم ما مجری قانون نیستیم. دستگاه ها و ساختارها مشخص است و امیدوار هستیم که اعتماد به این ساختارها بیش از حد بگیره. تا برنامه دیگر همه شما گرامان به خداوند بزرگ و منان میسپارم.